اینایی که من میگم، بعضیا میگن آقای معتزد اقراق میکنه. نه اقراق نمیکنم. یه کشوری ما این بغل داشتیم به نام همسایه و به نام افغانستان، 5000 نفر رفتن در شوروی و چین دوره دیدن، خلبانی دیدن، ارتش دیدن، تانک دیدن، دوره زرهی دیدن، دانشگاه‌های مختلف رو گذروندن، یواشکی هم اینا رو می‌بردن دانشگاه پاتریس لومانبای بیچاره. اون خدا بیامرز در راه افکار ملی خودش کشته شد. اینا یه دانشگاه درست کردن به نام دانشگاه پاتریس لومانبا. من فکر نکنه رو شوروی این حالتو دارم، آمریکا هم همینطور. من از آمریکاییام بدم میاد، آمریکایی که در این مملکت ماساچوستیا اومدن و 14 سال کشور عبارت از تمام مفاهیم توهین کردن، اونا هم در نظر من دشمنن. بدن اونام، اونام آدمای جالبی نیستن. اون کسانی که تو لندن نشستن برای ما خط مش تعیین میکنن، اونام مثل اینا بیگانه بیگانه است. ما باید ایران، اصل ایرانه، تمام هر چه داریم از ایران ما داریم. ما از ایران داریم، از دینمون داریم، از اسلام داریم، از آدابمون داریم، از تاریخمون داریم، از گذشتمون داریم. هرچی این مملکت این همه خوبی و این همه مواهب به ما داده، این شام و نهاری که ما داریم میخوریم، این نانی که به دست میاریم، این آفتابی که ما داریم، تمام ایرانه. ما باید اینجا رو دوست داشته باشیم، ایران رو باید بپرستیم، ایران رو باید دوست داشته باشیم. خداوند میفرماید حب الوطن من الایمان. این در عرض شود تمام آثار مذهبی ما، در کتاب مقدس ما، در احادیث ما هستش، حب الوطن من الایمان. من ایران رو دوست دارم، همه شما دوست داشته باشید. ما هر جای دنیا بریم خارجی هستیم و اینجا ایرانه. بنابراین آقای جواد منصور، وابسته مطبوعاتی ایران در واشنگتن در سال 1332، نوشته که تظاهرات روز 21 ژوئیه ده افرادی که در دستجات چپ بودن خیلی کمتر از این بوده. این رقمی نبوده که نیویورک تایمز نوشته. حالا نیویورک تایمز چرا این نوشته؟ آیا جفسازی کرده؟ دستور CIA بوده؟ یا اینکه این کنتلاف که آدم معتبری بوده، کنتلاف یک خبرنگار بسیار معتبری بوده، آیا این واقعا به چشمش دیده اینا رو؟ من یادم میاد، من به عنوان یک بچه 11-12 ساله که همه جا سر میکشتم، در اون تظاهراتم رفتم. من جز اون تماشاچی ها بودم، چون فضول بودم. بچه های موقع همه سیاسی بودن. واقعا این جمعیت وحشتناک بود. این جمعیتی که آورده بودن که آقا شما بیاید، مردم این بیچاره نمیدونن، مردم ساده، مردم خوشقلب، مردم آقا بیاین نان به شما میدیم، کار به شما میدیم، همه چی بهتون میدیم، حزب توده، به حزب توده اعتماد کنید. دیدین که این آقای نخست وزیر کاری نتونست بکنه. دیدین که الان همه چی گرون شده. دیدین که فقر و فاقه چقدر شده. دیدین که پاسبانا 3 ماه حقوق نگرفتن. اعتماد کنید فقط به حزب توده. حزب توده است به شما راحتی و سعادت و رفاه میده. بنابر این ببینید، تمام این گزارش از واشنگتن درباره مندرجات روزنامه عرض شود. حالا این سفیر چی نوشته؟ بدبخت. جراید امروز و دیروز آمریکا مقالاتی راجع به تظاهرات روز سه‌شنبه در تهران منتشر نمودند. نیویورک تایمز امروز هم یه گزارش داره، یعنی دو روز بعد مرتب نوشته. و بعد ما نیویورک هرالد تریبیون به نقل از آسوشیتد پرس می‌نویسد 50,000 نفر از کمونیستا و طرفداران آنها در میدان بهارستان گرد آمده، درخواست آنها اخراج مستشاران آمریکایی، بستن اداره اصل 4، قطع رابطه با آمریکا بود. مصدقی که الان چشمش به آمریکاست که جلوی روس انگلیس رو بگیره، جلوی شوروی رو بگیره، الان افتاده. عرض شود که طرفداران دولت را بین 15,000 تا 20,000 نفر ذکر کردند. بعضی ها نوشتن 5,000 نفر. واشنگتن پست نیز امروز از قول آسوشیتد پرس می نویسد که در تظاهرات دیروز 50,000 نفر از کمونیستا و طرفدارانشان جلوی بهارستان اجتماع نموده، اخراج آمریکایی‌ها و نزدیکی به روس‌ها را از دولت درخواست می‌کردند. روزنامه ایونینگ استار روز دوشنبه نیز مقاله‌ای در این باره نوشته. ایونینگ استار نوشته که قرار شده 3 دسته سرباز به تعداد 3,000 نفر در نقاط حساس شهر گمارده بشن، خانه‌های اتباع آمریکا و خارجیان مقیم تهران رو حفظ کنن. و همه روزنامه‌های آمریکا دارن خبر میدن که ایران در حال سقوط
عرض شود که مقاک کمونیسمه. یعنی این جفت‌سازی حالا انگلیسی ها کردن، CIA کرده و اون تظاهرات حزب توده مزید بر علت شده و بالاخره آقای آیزنهاور میگه ما جلوی کمونیست‌ها در ایران را خواهیم گرفت. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.